فقط هم در مورد یک شنبه صحبت میکنیم که چون شروع در مدرسه آقای ما هست، اگر موافق باشید من نمیدونم بعد از کلاس یک شنبه پاتولوژی بعد از سر کلاس دارید برنامتون میدونید؟ دارید کلاس بعدش؟ بله، بله، چه برای مواد ها حالا معمولی که ممکنه یک خوده مثلا متأخر شروع بشه، میشه هشت هشت رو شروع بکنیمش، این یعنی که یه ذره ترافیک های شروع مهش یه ذره قابل پیش بینی نیست. خب تا الان فکر میکنم قسمت داخلی و فارماکولوژی دیگه شروع نشده، یعنی که کنه سری کنم و پاتولوژی دیگه شروع میشه. رفرنس شما برای امتحانتون یازدهمین ادیشن کتاب رابینز بیسیک پاتولوژی هستش که مهمان سال 2023 هستش. قبل از اینکه مبحث پاتولوژی های دیگر رو شروع بکنیم، خوبه که در واقع آناتومی و هیستولوژی اون رو در واقع با هم یه ریویو بکنیم. سیستم تنفسی ما یه قسمت کانداکتیو داره که در واقع راههای هوایی هستن که هدایت کننده در واقع هوا هستن، و یه قسمت فانکشنال داره که قسمت پاراشیمی آرگولاری هستن. ریه در سمت راستمون از سه تا لوب تشکیل شده و برونش اصلی راست با زاویه در واقع رایت انگل جدا میشه، زاویه راست داره و به تراشه بست میشه. ریه چپ دو لوب داره و در واقع اکیوت انگل از زاویه حاده در واقع برونش اصلیش بهش بست میشه. سیگنیفیکنس این بدن در مورد آسپیریشن هست که میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم، یعنی این مسئله فیزیولوژی که آناتومی کار بعدا برای ما مهم خواهد بود. راه هوایی ما یعنی ایویل های ما آپر ایویل هستن و لار ایویل هستن، لار ایویل یا سمال ایویل هستن. آپر ایویل ها که همون لارج ایویل ها هستن معمولا توی از پوشش رسپیراتوری پوشیده شدن که سیلیتد هستش و در جدار خودش برونش در اون منطقه هم کارتیلج داره و هم اسموس ماسل داره. هرچی به قسمت های انتقالی تر و دیستال تر در واقع این وارد میشیم دیگه اون در واقع پوش کارتیلج اطراف وجود نداره، فقط اسموس ماسل وجود داره و پوشش رسپیراتوری میمونه تا زمانی که بره برسه به رسپیراتوری برونکیو، یعنی ببینید برونش ها هستن، برونکوس ها هستن، برونکیول ها هستن و تا زمانی که میرسن به ترمینال برونکیول و رسپیراتوری برونکیول. از رسپیراتوری برونکیول یا در واقع کارتیلج و اطراف ماسل هم دیگه در جدار نداریم. چرا؟ چون میخواد عملکرد دیگه شروع بشه. این پوششی هستش که در واقع ما در سطح تنفسی میداریم که این سلول های سلیتت که سلول های اصلی هستن و سلول های گابلت که ترشح موسیل رو در واقع عهده دارن که ترشح موسیل در کنار حرکت سیلیاها در واقع کمک بسیاری در تمیز کردن سیستم آب ریلوی میکنه. باز این آناتومی رو و این هیستولوژی رو به خاطر داشته باشیم به خاطر اینکه بعدا در واقع بیماری های مثل آس و کولیکوبایتیس تغییراتی که در این پوشش هم ایجاد خواهد شد در واقع بحث میشه. بعد از اینکه در واقع ریلوی های ما اصلی های ما تموم شد میخواییم بریم برسیم به اون در واقع پارت فانکشنال ریه. عملکرد اصلی ریه چی هست؟ اکسچنج گاز هست که درسته دود که از اکسچنج که قرار اتفاق میفته جایی هستش در واقع اکسیژنی که از هوا گرفته شده در خون محیطی میشه و دی اکسید کربن از خون محیطی گرفته میشه که قرار ما اکسپیریشن در واقع بیاد بیرون دیگه، درسته. این اتفاق در این واحد فانکشنال اتفاق میفته که از بعد از اینکه ترمینال برونکیول تموم میشه میرسه به یه رسپیراتوری برونکیول، آلبولار داکت ها و آلبولار داکت ها هر کدومشون وصل میشن به آلبول ها. این واحد بهش میگن یک واحد آسینی، آسینوس بهش میگن، درسته. و تجمع چند تا آسینوس با هم دیگه یعنی تجمع آسینان ها با هم یک لوبول ریابیل تشکیل میده. قسمت فانکشنال دیگه همین قسمت هست. اکسچنج گاز قراره همینجا اتفاق مثل هر جای دیگه بدن بعد از اینکه آلبول ها و اینا رو داریم، یعنی واحد فانکشنال رو که داریم، حتما در اینا باید یک شریان و یک ورید و یک سیستم لنفاتیک قرار بگیره. این قانون بدن است و اینها قرار کمک بکنن به خاطر اینکه عملکرد ریه ایجاد بشه.
سمت آلول هست تشکیل شده از نوموسیت ها. نوموسیت ها دو تا تایپ داره، نوموسیت تیپ 1 و نوموسیت تیپ 2. که از هیستولوژی باید اینو قاعدتا به یاد داشته باشیم که عمل کرده شو میشه. یادتون یا؟ نه. چجوری؟ تبدیل نیست دیگه در واقع یه مودیفیکیشن اتفاق میفته. در این لحظه‌ای که در واقع آسیبی اتفاق میفته اون چیزی که قرار بسازه دوباره مسئول نوموسیت‌های تیپ 2 هست. نوموسیت‌های تیپ 1 همون نوموسیت‌هایی هستن که در حالت عادی حجم خونی پوشش رو در واقع تشکیل میدن. یعنی 95% حجم آلول نوموسیت تیپ 1 هست در حالت عادی. دارن در مورد سطح صحبت میکنن که سطح پوشش. اول نوموسیت‌های دوال دو هستش که تولید کننده های سوپاکتن هستن و همچنین در ریپیل قرار برای ما نقش داشته باشن. اینا همه خیلی مهم هست چون در مورد اسفال عمالشون صحبت کنیم. بعد از اون یه منطقه بیسمنت ممبرین داریم که بیسمنت ممبرین آلول ها جدا بکنه. بیسمنت ممبرین در واقع کپیلری وسل ما اینجا قرار داره و بعد اندوتلیوم کپیلری. پس اگر قرار در واقع این رد و بدل شدن مواد اتفاق بیفته از این تیکنس باید عبور بکنه. خب بافتی که بین اینها قرار میگیره که تشکیل شده از فیبروبلاست ها، از رتیکولین یعنی مقدار کمی کلاژن با این سلول‌های التهابی، این میشه هم اینترستیشیوم یا بافت بینابینی ریه. داخل آلبولار اسپیس های ما بین از اینکه این پوشش ها وجود داره ما یک جزء دیگه هم داریم که در فعالیت های دفاعی ریه هم داره شرکت میکنه. اونا چی هم؟ ماکروفاژ های آلبولار هستن. یعنی آلبولار اسپیس های ما غیر از همه اینها به عنوان سیستم دفاعی خودش آلبولار ماکروفاژ هم خواهد باشه. با توجه به آنچه که الان گفتیم ما میان در واقع این فاکتورهای دیگه رو بسته به اینکه هر کدومش کجا رو درگیر کرده باشه میایم تقسیم کنیم. یعنی ما میگیم یه سری از بیماری‌ها بیماری‌های راه‌های هوایی هستن، یه سری از بیماری‌ها بیماری‌های اینترستیشیوم یا بافت بین‌آبرنی ریه هستن، یک سری از بیماری‌ها بیماری‌های هستن که سیستم عروقی ریه رو قرار درگیر بکنن. بعد از اینکه اینها رو تموم کردیم و گفتیم میام در مورد اینفکشن ها یا عفونت های ریه صحبت میکنیم که انواع مختلفی داره و بعد در نهایت در مورد ملینکس یا تومورهای ریه صحبت میکنیم. از این سه جلسه ما توجه به این هیستولوژی قرار این مباحث بحث بشه. و اما امروز ما هم در مورد حدود بیماری ها صحبت میکنیم. در مورد اتلکتسیس، اکیوت لانگ اینجوری، ARDS، obstructive lung disease بیماری های انسدادی ریه و restrictive lung disease که بیماری های محدود کننده یا تهدیدی ریه بهشون رو باشه. اول این بحث که میخوام شروع بکنیم این عنوان در واقع پاتولوژی ریه اتلکتسیس یا کلاپس هستش. اتلکتسیس اگر بازیم در واقع دقت فرمانید اولش از کلمه A شروع شده که به معنی چیه؟ فقدان ابسنس، درسته؟ بعدی کلمه تر داره که به معنی ترمینال یا یعنی انتهایه و اکتیسیس به معنی دایلیشن یا اتصال. اتر اکتیسیس یعنی فقدان در واقع باز شده یا گشاد شدن راه‌های هوایی انتهایی و دقیقاً همین انتهایی. یعنی در اتلکتسیس که بهش کلاپس یا پاپ خوابیدن ریه هم میگن حجم ریه به دلیل اکسپنشن ناکافی کاهش پیدا میکنه. یعنی آلولار والها روی هم میخوابن. صحبت میکنیم که در چه مواردی این اتفاق بیفته. خب نتیجه این چه خواهد شد؟ یک واحد فانکشنال ریه قرار یه قسمت کار نکنه، درسته؟ یعنی اینکه هوا بالاخره وقتی ما میخوابد یه هوای وجود نداره، هیدروژنه وجود داره چون قرون ما که قرون سرگری نکرد خون میاد رد میشه بدون اینکه اکسچنج گاز اتفاق بیفته میره خارج میشه وارد دوباره سرکولیشن شده. پس در واقع یک ونتیلیشن پرفیوژن این بالانس اتفاق میفته، میسمچ اتفاق میفته. وقتی اینطوریه چه اتفاقی ایجاد میشه؟ هایپوکسمی یا شانت ایجاد، هایپوکسمی
حرارت چه در دم یا حرارت چه در بازدم دیگه با توجه به اثر کل راههای هوایی دیگه اون هم بسته میشه. بعد از یه مدت مسیر که بسته شده گاز جذب میشه چون یه رد و بدل اتفاق نمیفته و آن بلوار بارها بیر هم میخواهد. خب به نظر اینجا چیزایی میتونه باعث انسداد راههای هوایی بشه؟ حتی جسم خارج شد فورین بادی تومور ها موس فلاک ها یعنی فلاک های موسی خیلی قدیس که مثلا در سیستی فارکوسیس در آسما در کوری کنکاریتیس که در آرس موجه در آرس اتفاقی این ها حتی که در آرس تیک سپریشن داشته باشید در شما قدیس داشته باشید این ها هم میتونن این صدا رو بکنن و به محض اینکه این صدا بیجا شد ایستال رو کنن این صدا در آن هوا جذب میشه و کلپس اتفاق و این شاید ترین نوع اتلیفیسیس هست به خصوص در بیمارانی که بستری هستن به خصوص زمانی که جرایم ها روی شکم و قفسه سینه اتفاق میفته که در واقع حرکت چست بار خیلی کم میشه و تنفس خیلی باز انرژی کم و قدرت کم اتفاق میفته ما موکوس پلاک های در واقع غلیظی داریم که اونجا اتلیفیسیس میشه و یکی از مواردی که جرایم ماژور در بیمارستان در واقع کامپلیکیشن های میده همین مورد اولی مورد اورژانسیه یا یه مورد مزمنه که فرد باش مثلا زندگی میکنه بعد با علائم میاد یه چیزی که اورژانسی پیش میاد. نه معمولا که اورژانسی نیست، یعنی که بگیم مریض اومد یه چی شده الان تنگ نفس داره اتلکتیزی داره اینطور نیست، معمولا کامپلیکیشن مثلا وقتی کسی آسپیرین میکنه یا کسی تومور داره یه دفعه که جدی میشه اتلکتیزی میشه در زمان از هایپوکسمیا پیدا هایپوکسمیا پیدا میکنه، دیسنیا پیدا میکنه، در گرافیو علائم رو مثلا ای بی جی ازش میگیریم بعد میفهمیم که این در واقع نشون اتلکتیزیس هست. دنبال اتیولوژی میگردیم، حالا اتیولوژی رو پیدا میکنیم. این فرم دیگه فرم کامپرشن اتلکتیزیس هست. این فکر میکنیم چه روی اتفاق میفته؟ مایه ببینید کامپرشن یعنی یه فشار داره، درسته؟ یک فشار الان خود این عکس خیلی گویا هستش، یک فشاری داره بر روی ریه وارد میشه که اون انتهاها مثلا دیستال ها اکسپنشن نمیتونه پیدا بکنه چون در واقع ریه یه بافت اسفنجیه که در یه بافت رتینینی که داره بعد از اینکه در اینهلیشن میاد بزرگ میشه اون اثر ریکویل و اثر کلاژن و رتیکولین باعث برگشت اینا و خروج و بازدم میشه، درسته؟ حالا اگر اطراف فریه یعنی فضای فلر با چیزی مثل مثلا بلاد فلو یه ای اینا پر شده باشه یعنی اگر مریض هموتوراکس نوموتوراکس یا خود پلورال انفیوژن داشته باشد این ریه به خصوص در قسمت‌های انتهایی نمیتونه باز شه و بسته شه. پس قسمت‌های دیستال و پرینترال ریه روی هم حالا آیونا میخواد. پس این در واقع مکانیزم دومی هست، اینها هم ناشانه نیستن ولی اول در بیماری هستن که بستری هستن یعنی کامپلیکیشن دارن و اینها هم واسه اتلکتیزیس میشه. فرم بعدی فرم کانترکشن هست یا سیکاتریسیه در واقع اتلکتیزیس. این چه جوریه؟ باز ببینیم هم که من روی شکل توضیح میدم بعد از اسلایت ها رو اسکیپ میکنم به دلیل اینکه رو همین شکل شاید در واقع راحت‌تر آدم این اون کانسپت رو پیدا بکنه. در فرم کانترکشن یا سیکاتریسیه چه اتفاقی افتاده؟ مثل اینکه ریه کوچیک شده دیگه، نه مثل اینکه جمع شده مثل اینکه هم از سیکاتریسیه یعنی سیکاتریسیه یعنی اسکار در مورد اتفاق شده. در مواردی هستش که در ریه فیبروزی اتفاق میفته، افزایش کلاژن به جای رتیکولین هست که این فیبروز و کلاژن باعث میشه که دوباره وقتی که اینا اصلا نتونن باز بشن بسته بشن وقتی خودش کلاژن همه چیز رو صفر میکنه دیگه اسکار با اونا همه چیز صفر وقتی اینطوری از باز میشه بسته نمیتونه بشه اون وقت اینا روی هم میخوابن و دوباره یک اتلکتیزیس اتفاق میفته. مثلا فرض کنید افرادی که نومونیا میگیرن کرونیک میشه، افرادی که تی وی داشتن کرونیک شده، افرادی که به هر دلیل جراحی داشتن و بعد فیبروز روی اون داشته نواحی اطراف اون اسکار در واقع اتلکتیزیس رو نشون میده. حالا خطر اتلکتیزیس چیه؟
اتفاق میفته دیگه اون سولفاکتانت و ماکروفاژ و سیستمای دفاعی بدن و پرمیتیلیشن و اینا دیگه همه چیز داره در واقع مسئول میشه هیچ اتفاق نمیفته، فرصتیست برای رشد باکتری. از مهمترین خطر آنتلفیزیس اینفکشنی هست که ممکنه روش سوار بشه. از بین این سه تایپ اصلی فکر میکنید کدومی که ریورسیبله و کدومی که ریورسیبله؟ آره، پول ریزورشن و پول کامپرشن که میتوان اتیولوژی را برطرف کرد ریورسیبل است، ولی فرممون فرم کانترکشن و سیکاتریسیه که در واقع ناشی از فیبروز هست، این فرم در واقع دیگه خیلی ریورسیبل نیست، نمیشه کاری براش کرد، ولی خب خوشبختانه فرمی نیست که شیوع بالایی داشته باشه و خیلی فرمی که علاقه هم بیمار رو بکنه نیست، یعنی اصل بیماری که فیبروز رو ایجاد کرده در واقع کامپلیکیشن اصلی بیمار رو ایجاد کنه. این هم یه شکل شماتیکی از هیستولوژی در واقع اتلکتیسیس که در سمت راست شما آلولارهایی رو میبینید که کاملا باز هستن، در واقع ونتیلیشن داره بهشون اتفاق میفته، این آلولارها هستش که در واقع سمت آلولیش نوموسیپا هستن و در وسطش که نورک ها وجود دارن و همینقدر هم تیکنس آلولارها کم هست. در سمت چپتون شما میبینید که آلولارها دیگه روی هم خوابیدن و دیگه اون حالت ریکو و باز شدن و دایلتیشن رو ندارن، ولی فرفکتیسیس هم هم درسته و این قسمت در واقع میره تو اتلکتیسیس کرده این در مورد اتلکتیسیس بود که گفتیم. من پس مهم دیگه که در مورد پاتولوژی های ناک خیلی اهمیت داره، به خصوص در زمانی که در واقع کووید-19 پندمیش ایجاد شد دیگه اصلا جزء اتیولوژی های اصلی معلومی را قرار گرفت، مسئله اکیوت لانگ اینجری و اکیوت رسپیریتوری دیسترس سیندروم است، ARDS یا AAR که بهش میگن، عادت ARDS بیشتر استفاده میشه ولی خب اکیوت لانگ اینجری جنریک تیر هستش که استفاده میشه. از این چقدر اطلاع دارید؟ اسمش خوشه دیگه نه؟ اکیوت دیگه اکیوت رسپیریتوری دیسترس سیندروم، اکیوت لانگ اینجری. خیلی هم ایوالویتر یعنی تعریفش و دفینیشنش همش در حال تغییره که در 2023 هم یه تغییر کوچکی نسبت به سری قبل انجام شد. اکیوت لانگ اینجری چیزی هستش که کلینیسیان استفاده میکنه، یعنی در کلینیک بهش میگیم اکیوت لانگ اینجری و اون زمانی هستش که ما در واقع یک هایپوکسمیای ابراقی هایپوکسمیای ناگهانی رو داریم که همزمان با این یعنی بیمار زمان این سالت رو میتونه به شما بده، من یک دفعه مثلا سبتر از روی پنجه نفس شدید گرفتم، یعنی اکیوت اتفاق افتاده براش، وقتی که میاد توی بیمارستان بررسی میشه و گرافی گرفته میشه میبینن که به صورت بایلترال و دیفیوز یعنی منتشر و دو طرفه ریه‌ها داره ادیمانشون میده، ادمشون میده، درگیری رو داره نشون میده و وقتی بررسی میشه علل اولیه مثل علل کاردیوجنی که شاید در علت ادم هستن در اینها یا نمیشه، یعنی در روی اتیولوژی مشخص اولیه در برخورد با بیمار ما به اینها نمیکنیم. یک تعریف در واقع مقابلی از ARDS این بود که میگفتن اگر این اکیوت لانگ اینجری ما سیویر بشه طوری که باعث ریسپیریتوری دیسترس یا ریسپیریتوری فیلیر بشه، نارسایی تنفسی بشه یا مریض بخواد بره مثلا زیر دستگاه، اون وقت بهش میگفتن ARDS. این یه تعریف بالینی خیلی علمی نیستش، در واقع بالین اینطوری میتونیم تعریف کنیم، ولی ببینیم حالا بعدا WHO چجوری اینو تعریف در تعریف نسبتاً دقیق‌تری که در جدید ارائه شد در مورد ARDS اومد براش چند تا کرایتریا گذاشت که هر بیماری بهش در واقع مارک ARDS داده نشه، چون این وقتی مریض میاد میگیم اکیوت لانگ اینجری خب تا زمانی که ما اینو بررسی نکنیم به دلیل مثلا کانجست هارت فیلر داره فلان نزدیم هنوز بهش میگیم اکیوت لانگ اینجری دیگه، درسته؟ یعنی مریض که مثلا فرض کنیم ارتباط خیلی تا اینکه خیلی زیاد هم شده کرده وقتی میاد در قابل دچار میجر پرابلم تنفسی میشه هنوز بهش میگیم اکیوت لانگ اینجری، ولی که بهش میگیم ARDS. ARDS زمانی هستش که یه رسپیریتوری فیلر اتفاق میفته ظرف یک هفته ولی با شروع مشخص، یعنی کلینیکال اینساف این کاملا مشخصه، اغلب هم میگن زیر 72 ساعت، یعنی در واقع اولش تایمی که از زمان اینساف تا زمان علائم بیمار شروع میشه بلوش 72 ساعته که در بررسی هایی که میکنیم ریه ها دو طرفه و
دنیا میبری فقط تعریف بالین است. وقتی ARDS میاد حالا یه ذره دیگه میاد پاتولوژی هم باش قاطی میشه. چجوری؟ به این ترتیب که مریضی که علائم ARDS داره اگر سمبلی ازش گرفته بشه، مهمتر چیزی که دیده میشه دیفیوز آلولار دمیج هست. درسته؟ پس اکیوتلان اینجری که با یک دیفیوز آلولار دمیج همراه باشد، یعنی پاتولوژی همانه دیگه کنارش میشه در که ARDS بالینش در جاشه، یعنی اکیوت زبینی هم هفته از همه جان دارست هفته دسته بگیره و هایپوکسمیای خیلی شدید بیماره. افرادی مبتلا به کووید بودن وقتی که اینا میمدن اول علائم به صورت آپر رسپیتوری ترکت اینفکشن بود، ولی وقتی که چیزی به صورت ناگهانی تنگ نفس شدید پیدا میکنن، حالا من در قفس کووید 19 که در رابینز 23 اضافه شده بعدا برای شما اتیولوژی رو توضیح خواهم داد. ARDS بر اساس میزان هایپوکسمی تقسیم بندی میشه که به نمال داره، مادوریت داره و سیویر داره. با توجه اینکه هایپوکسمیا شایع‌ترین علامت بود، یعنی واضح‌ترین علامت در ARDS هست، آدم نتیجه میگیره که کدوم قسمت ریه در واقع هدف قرار گرفته؟ آلولار بایان نه، یه هایپوکسمی اصلا محل اصلی اکسچنج گاز فرق میکنه آلولار بایان باشه که اصل کار اونجا با که انسداد نداریم که تراشه مریض بسته شده باشه که این هایپوکسمی رو ایجاد بکنه. پس این هایپوکسمی هایی که داریم از شدیده چرا اتفاق افتاده؟ جایی که فانکشنال در یونیت ما محل فانکشن ما در واقع اختلال پیدا کرده. پس مهمترین جایی که در ARDS آسیب میبینه اصلا اسمش روش بود گفتم پاتولوژیش مادرش هست دیفیوز آلولار دمیج، آلولار بال ما آسیب دیده. حالا به چه مکانیزم هایی بسته به اتیولوژی مکانیزم ها متفاوته ولی در یه نقطه مشترک خواهد شد. و اون اینه که من پاتوژنیز رو اول بهتون بگم بعد بریم سر اتیولوژی. و اون به چه صورت هست؟ این یه واحد نرمال بود که ما گفتیم که در واقع نوموسیت ها جدار آلبول هار پوشوندن شامل نوموسیت های تیپ 1، تیپ 2 ماکروفاژ های آلبولی در داخل هستن، اینجا سیستم رسپیرتوری هست، یک اینترستیشیوم اینجا چین و کپیلری وسل ها که شروع میشدن. درسته؟ یک اینسات، یک اتفاقی میفته که همیشه در بدن این اتفاق منجر به یک واکنش اینفلاماتوری خواهد شد. خب این واکنش اینفلاماتوری عاملی که باعث واکنش اینفلاماتوری میشه اغلب به این ماکروفاژ اولیه میاد عرضه میشه. این ماکروفاژ ما که میاد در واقع فعال میشه شروع میکنه به ترشح مدیاتورهای این مدیاتورهای التهابی که میتونه اینترلوکین 1 باشه، TNF باشه، اینترفون ها باشن، میاد شروع میکنه اندوتلیوم غروف تاثیر میذاره بدن اینکه بره فاصله اینا در واقع دیفیوژن پیدا میکنن توی خون. اندوتلیوم کپیلری وسل که آسیب میبینه خود این دوباره مدیاتورهای آزاد میکنه که نوتروفیل ها میان در داخل گلرگ ها جمع میشن. این چیزی هستش که ما در بیوپسی های ARDS به خصوص پست مورتم هایی که بایوپسی میشدن در زمان کووید ما میدیم که کپیلری وسل های اینا همه دایلیت بودن و توش نوتروفیل ها جمع شده. خب همین که دارم بهتون میگم به دنبال کووید از این میبینید یه عاملی شروع کننده التهاب بوده. نه حالا بعدا صحبت میکنیم خیلی اتیولوژی التهاب ایجاد میکنه ولی در اصل این چیزی التهاب ایجاد کرده به ماکروفاژ در درجه اول داره عرضه میشه یا به سلول های التهابی مدیاتورهای التهابی ترشح شدن اندوتلیوم عروق آسیب دیدن. با آسیب اندوتلیوم عروق نوتروفیل های ما که نقش خیلی مهمی هم در ARDS دارن ترشحات بسیار زیاد مدیاتورها رو شامل اینترلوکین ها، الاستاز ها، لوکوتریان ها انجام میدن و آسیب اندوتلیوم باعث میشه که پرمابیلیتی عروق هم افزایش پیدا میکنه. اینا رو در جنرال پاتولوژی تو فقط التهاب عمل خون دیگه. درسته؟ پس در نتیجه مواد شامل پلاسما، پروتئین ها و حتی سلول ها از عروق خارج میشن، از اینکریز پرمابیلیتی داریم، ادم اینترستیشیال دیگه ایجاد میشه در اینکه این مواد خارج شده، مدیاتور ها و نوتروفیل ها شروع میکنن و آسیب زدن جدار آلبول ها. پس در قدم بعدی نوموسیت ها هم آسیب میدن. پس ببینید تمام این در واقع صفحه آلبول ها بار آسیب میدن. پس در ARDS ما در واقع فانکشنال کلاس هستیم که اندوتلیوم، اینترستیشیوم و اپیتلیال لاینینگ
صدا دچار آسیب میشن. پس واقعا واکنش اکیوت است. و چی میبینیم ما نتیجه این التهاب و اینا چی میشه؟ نتیجهش این میشه خروج پروتئین ها و موادی که در سرم ما وجود داره که حاوی در واقع مدیاتور های التهابی است، حاوی دردی های سلول های التهابی است که میاد به دلیل اینکه از رگ تونسته خارج بشه جدارها رو از بین ببره در جدار آلبور در سطح داخلی رسوب میکنه. این ماده صورتی رو که هموجنی ها هست بهش میگن هایلی ممبرین، ممبران هیالن. این هیالی ممبرین مهمترین یافته پاتولوژی که دیفیوز آلبولار دمیج است که منجر به اون ای آر وی اس شده. درسته؟ از اگر بهتون بگم کاراکتریستیک در واقع یافته کاراکتریستیک دیفیوز آلبولار دمیج یا ای آر وی اس در پاتولوژی چیه؟ همین هیالی ممبرین هست که در واقع تجمع کالکشنی هست از تمام این مدیاتورهایی که برای نقش داشتن همه به پروتئین‌های پنس. ببینید وقتی که به جای اینکه اینجا خالی باشه یه همچین ماده اینجا وجوده باشه قطعا دیگه اکسچنج گاز اتفاق نمیفته. هایپوکسمیا خیلی شدیده. مواردی که منجر به مرگ میشد در کووید 19 به خصوص کووید مواردش واقعا نه بدون استثنا همشون این شرایط هیالی ممبرین رو در جدار آلبول داشت. در مورد رادیولوژی یه چیز رو کار کنیم که همون که گفتیم در نیجی به صورت رو پرده میترشه و به صورت درده راوند لس کپاسیتی یا به صورت دیزینسی هستش که میبینه در هر بطوری کاملا درگیر هستن از سوپردور به سمت اینترور از سنترال به سمت پریتر تمامش همون درگیر میبینیست هست. خب بریم که در موارد که ما توضیح دادیم و پاتوژنزش رو گفتیم و گفتیم که اینترلوکین‌ها داره اتفاق میفته و همیشه واکنش التهاب هست، چه اتیولوژی‌هایی میتونه اون رو ایجاد کنه؟ با توجه به مثالی که از کووید بهتون گفتم اینفکشن‌ها پس یک علت خیلی مهم است. یعنی نکته‌ای که هست اینه که علتی که میتونه یادگیری ایجاد کنه هم علت اولیه ریه هست و هم سیستمیک دیزیزها میتونن ایجاد کنن. یعنی در یعنی هم چیزی که بتونه یک در واقع سایتوکاین استورم اتفاق بیفته یک ریلیز شدید و با اندازه بالای مدیاتورهای التهابی رو در بدن ایجاد کنه. با توجه به این مسئله مهمترین تریگرها و در رأسش از لحاظ اپیدمیولوژیک اول خود نمونه هستش، یعنی خود عفونت‌های که میتونه بیاد اینا رو آسیب بزنه و همینجوری آدم مقیقش هم قبول میکنه که نه شده به فاق آفونت دیگه برای شده برای ریلیز ملیتوبه یا دار بعدیش سپسیس هست. یعنی در واقع یک عفونتی در هر جایی از بدن که حالا خودش رو به خون رسونده و باز یه ریلیز مدیاتورهای التهابی به صورت گسترده داره. مثلا بعدی آسپیریشن هست. این آسپیریشن آسپیریشن هایی هست که معمولا با حجم بالا ممکن اتفاق بیفته. کسانی که سی دی ای میکنن و دیگه بعد مدت هست به خصوص عدم هوشیاری دارن در یه مدتی اینا ممکنه یه مقدار زیادی از باتری کانتنتشون یا حاوی اسید هست آسپیر بکنن. در اینجا هم ممکنه در واقع واکنش های خیلی شدید و شدید ای آر وی اس به دلیل آسپیریشن باتری کانتنت ما داشته باشه. بعدی تروماهایی هست مثل برین اینجری ها، مثل سوختگی ها، مثل مایکل فرکچر ها که این هایی هم که در اورژانس بستری میشن در مورد تروما به شدت باز دوباره ببینید غیر از این دو چون نگران تروماشون هستن نگران گیرهاشون هم به دلیل ای آر وی اس هستن مخصوصا هایی که در واقع برین اینجری میشن. مسئله دیگه پانکراتایتیس هستش که این هم به صورت شایعی در واقع اشکال خوب ایجاد میکنه. باز در پانکراتایتیس ما یک ریلیز آنزیم ها رو در بدن داریم که اینا پر از الاستاز رو در واقع پروژه التهابی ایجاد میکنن، یه چیزی شبیه سپسیس ایجاد میکنن چون به صورت ناگهانی در کل بدن مدیاتورهای التهابی ریلیز میشه. و بعد ترانسفیوژن ریاکشن ها هستش که در واقع ترانسفیوژنی که در واقع خون ناهمخون اگر در واقع تزریق بشه باز دوباره ما یک فعال شدن آنتیبادی آتیشن و ریلیز کمپلمان ها رو داریم که باز اینجا هم باعث این واکنش التهابی میشه. ببخشید
میشه بگیم که چطوری بین برین اینجری و حالا بیماری ارتباط وجود داره؟ بخاطر اینکه مثلا توی این حالت سایتوکاین ها خیلی ترشح میشن، این تاثیر رو داره. بله، اصلا شما بعدن که ببینید، حتی ببینید فرقی که برین اینجری هست، هست، هستروما هست، یکی از چیزایی که خیلی میترسیم که اینو شروع کنم به هماتنس کردن، یعنی حتی در واقع سطح معده ما به سرعت زخمای صورتی شده این بزرگ بیدن رو آقای سماتنس شروع کنه به شما. این دقیقا همین، ولی فقط به طور اتاویز اینجا ما در واقع شوکهای نوروژنیک بازوژنیک هم دیگه مطرح میکنیم که الان موضوع بحث ما نیست، یعنی به صورت ناگهانی کل بدن شروع کنه به اتساع روحی که اونم که شوکهای نوروژنیک بازوژنیک دیگه در واقع تو این معموله و تو ایرادیه سوپریتور هلتابی کمتر می بود که به قسمت اصلیش بعد همونجا با بوشه هلتابی شکستگی استخوان هم این حالا پدر می کنید؟ بله بله، شکستگی های استخوان اصلا اگه مالتیپل باشه، هم به دلیل امبولی هایی که میده و هم به دلیل با بوشه هلتابی شدید که اینجا بکنه این از دلیل در کنار این هم یه بیماری دیگه این داری به نام رسپیراتوری دیسترس سیندروم آف دی نیورون. این چی بود؟ آره، در این اتفاق می افتاد. آیا به نظرتون مایاریسی که؟ اتیولوژیش فرق رو دیگرم، هم یعنی که اون آده اتیولوژی رو صحبت کردیم، مایاریسی اتیولوژی التهابی دارن، یه قبارش پولیفرماتوری اتفاقی بوده که مجردی میشه در حالت و سطح و تمرکسی که موزادان علت شده سوپاکتان بوده در من، یعنی اصلا اتیولوژی کاملا به بخونه در حالی درگانی و که ریمانچون هست هم هر کالکسینیا و باری ممکنه یکی باشه به دلیل اینکه اوبر لب داره اونجا، یعنی اونجا هم بچه در حالت اینفکشن ها هم هست. خانم ARDS به علت کاردیک بوده یا به علت التهاب؟ شما گوش ندادی، باید برگردی و گوش کنی، چون اول از همه من اصلا به اتیولوژی نادیدم. خب در مورد نوتروپین ها و نقششون هم صحبت کردیم و بعد در مورد در واقع بالینشون هم میگفتیم که گفتیم هایلینگ اینقدر مهمترین یافته پاتولوژیک هستش که در اکیلسه هستش، مثل همه جای دیگه بدن واکنش اکیوت باقی نمیمونه، درسته؟ به محض اینکه واکنش های التهابی شروع میشه، واکنش های کانترش یعنی ضدش هم همزمان شروع میشه تا مقدار کنترل بشه. پس بسته به اینکه در بدن این واکنش ها چجوری با هم به تعادل برسن، واکنش اکیوت تبدیل میشه به واکنش کرونیک که هم سلول های التهابی حالا تعمیر میکنن و مثل تمام واکنش های اورگانایزینگ دیگه فایبروبلاست ها، کلاژن ها، مکروباش ها میان وارد سیستم میشن در مرحله اورگانایزینگ و بعد در نهایت هم ممکنه وارد فاز کرونیک و فیبروز ریه بشه. با توجه به اتیولوژی ها و شدت علائمی که گفتیم، مرگومی رو در ARDS معمولا و هاسپیتال مورتالتی ریت هولوش 38 داریم درصد، این میشه 40 درصد، یعنی در نفر 4 نفر احتمال داره اکسپایر بشن و معمولا هم در واقع اینا افرادی هستن که سن بالا دارن، اتیولوژی افراد در این سپسیس هستش یا موتور نان فیلر هستش به عنوان در واقع اتیولوژی و اینا باعث پور پروگنوز میشن. و اگر بیماران سروایو بشن زنده بمونن از اون حادثه اولی، معمولا فانکشنشون بین 6 تا 12 ماه برمیگرده. منتظر اینکه واکسینش وقت به حالت قبل از اینکه برمیگرده. یه مسئله دیگه که ما حتی در کرونا داشتیم، برای خوشبختانه نسبت به مارس که در واقع چند سال پیش در واقع پندمی کوچک بود، این خیلی فیبروز تا الان دیده نشده در افرادی که در واقع سروایو بودن زنده بودن بعد از کرونا. پس این دوتا بود، اتلیفیسیس و ARDS رو هم صحبت کردیم به عنوان دوتا پاتولوژی اصلی. حالا میریم یک کاتگوری دیگری در واقع مورد بحث قرار بدیم به عنوان بیماری های انسدادی و بیماری های رسترکتی که در این موارد در مورد کرونای فانکشن تست باید اطلاعاتی داشته باشیم، منبع درگیری رو هم بدونید تا بتونید توافقشون کنید و در موردشون صحبت کنید. در مورد پولمونال فانکشن تست کسی میدونه چجوری انجام میشه و چجوری تقصیر میشه؟ پولمونال
میکنم در بالی میتقابل میکنم چون اول این نواز خورده و دیستی ها میان هر بگوی یک نمونه فانکشن تست براشون انجام میشه این را بودن که تبورایز کنم بزنم به گروه انزدادی به گروه انفستیشیال آن دیزیز ها یا به گروه میکس هستم بزنم برای این کار اینا یک چه نمونه فانکشن تست میدن که حالا برای اینکه ببینید چجوری هست که باید برید ببینید شکلیه ولی اینطوری هستش که بیمار ما یه دم خیلی بزرگ رو در واقع میکشه تا جایی که میتونه ریاش رو پر میکنه و بعد میگیم تا جایی که قدرت داری این رو به صورت بازدم بده بیرون یعنی در واقع یه فورس اکسپیراتوری بولوم این وان سکند رو ازش میگیم ببینیم در ثانیه اول چقدر از این هوایی که در دم میتونسته وارد بکنه میتونه بده بیرون و متناسب با این ما میان در واقع بیماری ها رو تقسیم بندیم در داخلی وقتی بازی داده میشه من یه وقت اینجا برای نمیگیرم در نتیجه در فردی که بیماری انسدادی داره یعنی واقعی هوایش بسته هست این اسپیراتوری بولومش چیکار میشه؟ وقتی میخواد یه بازدم باشه به شدت اونو بده بیرون نمیتونه چون انسداد وجود داره کم میشه خب اون دور اول تونسته نفسش رو خوب بکشه چون نظر که مثلا مثل حالت درجه داره عمل بعد که خواسته خارج بکنه نتونسته پس ایوانش کارش پیدا کرده فورس وایتال کپاسیتیش معمولا یا افزایش داره چون پرهوایی داره نگیز پیدا کنه یا مثلا هم من نماز را کنه لذا نسبت ایوان به فیزی کاهش پیدا کنه چون ایوانش کارش پیدا کرده پس بیماری های آرترایتی بیماری هایی هستن چیزی که به ما کمک میکنه اینا رو در حالی آرترایتی قرار بدیم دوره اول کم زدم چه اطلاعاتی از بیمار نداره نسبت با این اقلیمان به اقلیستش هست این یک کتگوری هم اقلیمانی دیگه مربوط به رسترکتیو دیزیز ها هست که یا ایمان اینترستش رومشون درگیره منطقه قلبونانبانشون درگیره یا اختلالات مثلا مسکولار یا اختلالات چست وال داره مثلا دفوکتی چست وال داره یا بیماری های گرفتی که اختلالات عضلانی هست نمیتونه چست خوب باز و بسته بشه اینها در واقع قدرت باز و بسته شدن ریه‌شون به هر طریقی کاهش پیدا کرده نظام این آدم همون اولش که میخواد هوا رو بکشه داخل ریه‌اش نمیتونه اون حجم بالا رو بکشه و بگه حجم کاهش پیدا کرده افیبوستیش در نتیجه ممکنه یه مقدار کاهش پیدا کرده باشه ولی افیبانش هم یه تغییری میکنه افیبانش معمولا نرمال یه کاهش پیدا کرده چون که در واقع انسداد که نداره حالا این در دقیقه اول اگر نقص عضله نداشته باشه میتونه ببینید نقص عضله نداشته باشه اون اولش هم یه سری پرهوا ممکنه بیاد در نتیجه معمولا در بیماری‌های رستریکتیو یا اینترستیشیال لانگ دیزیز ها افیبان سی نیر نرمال معمولا اینجوری پس شده ولی اونجا در قسمت بیماری‌های انسدادی ببینید افیبان سی معمولا چشمگیر کارش برای بکتری بخوری به ما میده که این احتمالا بیماری انسدادی هست از اول که از دی اف سی رو اینا استفاده میکنیم یعنی تفسیر فقط با این نیست خانم اف ای وی چی؟ اف ای وی وان چی؟ شما خوش نمیدیم سر گلاس هم اول میشه انگلیسی چی میشه؟ اکسپیریتوری بالی من گفتن بودم فورس اکسپیریتوری بالی و بیمان سکر گوش بدیم سوال از اون اول شما تا تو هم ارادی سمت اول ارادی سوالی رو گرد میتونی بگیم کاردیوژنیک نیست فلان نیست فلان نیست بعد دو سوال شما اینه که ببین اگه قلبش باشه چه میشه این اگه اصلا گوشته خب حالا بریم ببینیم بیماری های آسترالیتی لانگ دیزیز یا ایرویل دیزیز ها رو ما چجوری تقسیم بندیم تو طبقه بندی که توی رابیز قبلی بود در چهار تا گروه قرار می‌دادیم بیماری‌های ابستراکتیو انفیزما کرونیک برونکایتیس آسما و برونکیتیس توی چهار گروه قرار می‌دادیم تغییری که در این رابیز جدید هست اینه حالا اونجا باید تهش هم میگفت که مثلا سی او پی دی یا کرونیک ابستراکتیو پولمونری دیزیز که در اسپیکرها به صورت شایع دیده میشه معمولا این دو تا جزء با هم داره در فرم جدید میاد سی او پی دی رو توضیح میده زیر مجموعه سی او پی دی میده میاد دو تا جزش که معمولا باش همراه هستن یعنی امفیزما و کرونیک برونکایتیس رو توضیح میده چجوری؟ به این ترتیب
obstructive و chronic obstructive disease ها عللشون smoking هست، اینها overlap با هم دارن و به همین ترتیب میان در واقع از اصطلاح chronic obstructive pulmonary disease ها میاد استفاده میکنه. بعد از اینکه این توضیح داد میاد اجزایش رو توضیح میده. به چه ترتیب؟ definition WHO اینه، میگه یکی از بیماری های قابل درمان قابل پیشگیری شایعی هست که علامتش چیه؟ بیمار سمپتوم های تنفسی دائمی داره که به دلیل در واقع انسداد های تنفسی یا به خاطر آسیب های آلبولی هست که اتفاق میفته و این دلیلش در واقع در معرض گاز ها قرار گرفتن یا پارتیکل های سمی هست. همون چیزی که ما در واقع قبلا نمیفتیم، ما قبلا گفتیم اغلب سیوری ما رو قبلا خیلی اسموکین اسموکین رو غیر از اسموکین برای چیزا هم آورده، در این که آلودگی شهرهای صنعتی یک عاملی شد که غیر از اینکه افراد که سیگاری بودن، افراد که غیر سیگاری بودن ولی حالا به دلیل شغلشون در اکسپوژر قرار می‌گرفتن همون سیمپتوم رو داشتن نشون میدن. از این یه ذره باید کرد تعریفشو، فقط اسموکین اسموکین ها رو نیاورده بود، اومد تمام گازها رو در نظر گرفت و ناکشس پارتیکل ها، پارتیکل های سمی که حتی اکیومیشن ها ممکن بود فرد در تماس باهاش باشه رو اومد در واقع اومد جامع کرد همه این تعریف ها رو و گذاشت رو خانواده سی او پی. در واقع ببینید وقتی هم که میگه پرسیستنت رسپیراتوری سیندروم یعنی بیماری کرونیک رو در واقع تعریف کرد. حالا معمولا 10% افراد در یو اس که سن بالای 40 سال دارن نداره دارن دیگه اینجا متاسفانه ما آماری نداریم، احتمالاً آمار ما باید همه موجود باشه. در تمام این افرادی که اینطوری هستن معمولا دو جزه، این افرادی که سی او پی دی قرار گرفتن در بالین، ببین تعریف سی او پی دی تعریف کاملا بالینی بود، در پاتولوژی میگه اینها معمولا امفیزما و کرونیک برونکایتیس رو با هم دیگه دارن، این دو تا بیماری انسدادی دیگه معمولا در اینها با هم دیده میشه. حالا توضیح میدیم که با کدوم شروع میشه یا کدوم میتونه منجر بشه. چند تا نکته آماری خوب داره این قسمت رابیز جدیدتون، این که ببینید افرادی که هی اسموکر هستن یا در معرض حجم بالایی از این گازهای تاکسیک قرار دارن 35-50% در بالین سی او پی از خودشون اصلا آمار بالایی، مثلا اگر 50 رو در نظر بگیریم نصف اینا اصلا انگار دارن علائم بالینی سی او پی رو خواهند داشت. برعکسش خیلی جالبه، اگه فردی با سی او پی دی مراجعه بکنه در بالین من بهش مهر سی او پی دی بزنم در 80% موارد این فرد اسموکر است. پس ببینید که چقدر این اسموکینگ تیولوژی قوی و بزرگی برای سی او پی دی که شامل کرونیک برونکایتیس و امفیزما هست میتونه باشه. به نظر میرسه که خانم ها ساسپتیبل‌تر هستن، یعنی آسیب‌پذیرتر هستن نسبت به مردها، نسبت به اثرات تاکسیک اسموکینگ و سایر گازها. این طور نیست که در خانم‌ها بیشتر دیده بشه، خانم‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارن و در طی دهه‌های گذشته که اسموکینگ در خانم‌ها هم رواج بیشتری پیدا کرد دیده شد که اینا ساسپتیبل هستن، علائم شدیدتری رو از خودشون حتی نسبت به مردها نشون میدن. ببخشید این بیماری اینطوری هست که بر اساس ژنتیک یک خانواده مستعد تر باشه یا اثر ژنتیکی نداره؟ خب تمام بیماری‌های بدن که اصلا بالین که اصلا داره و همه چیز داره چیز میشه میگه ژنتیک سسیتیویتی داره اصلا به صورت جنرال میگه برای همه در نظر میگه همون دوگه میگه یه نفر نسبت سالگیش هم داره سیگار میجه یه اتفاق براش نمیفته، یه نفر مثلا تو 50 سالگیش اصلا اسکلروسفارسی یا اتروسکلروسیش پیدا کرده، این واقعا هست، ژنتیک همیشه همه جا مطرح هست. خب حالا که سی او پی دی رو فهمیدیم و دیدیم دو تا جزء مهم انفیزما داره، حالا اجزایش رو شروع می‌کنیم به توضیح بدن. اولیش انفیزما، از انفیزما چی توی یادتون میاد؟ خدمش رو علولای شکسته میشه، علولای والی علولای شکسته میشه و جا برای هوا زیاد میشه، اکسچنج کاهش پیدا میکنه. خوبه نسبت به درست. میگه تعریف انفیزما اولا میگه بر اساس مورفولوژی و رادیولوژی فیچرزه، یعنی علائمش خیلی تخصص اختصاصی خودش نیست. الان یه بیشتر مورد تعریف
میدان بنامان است. از با همین را میشه در نهایت متوجه شد. این ریل یک ریل انفیزماتوسه که راه‌های هواییش درگیر شده، دیستال ترمینال بونکرش تخریب شده، پرمننت دایلتیشن داره بدون فیبروز و وقتی که در قسمت‌های پریفری قرار میگیره مجرد به این حالتی میشه که شما میبینید که بینه ها بولا یا بله کوچیکاشو بله میدن. همینجوری نگاه کنید ببینید که بیشتر قسمت‌های آبر میگه درگیری داره، نه حالا میگم بدونی بعضی وقتا هم آبر بیشتر درگیری داره ولی اغلب موارد انفیزما که برمیگذاری قسمت‌های آبر باشه رسپیتوری برونکیور آنورال آنوروز رو براتون توضیح دادم. نتورک سنتری آسینوما قسمت سنترال بیشتر درگیر رو یعنی مرکز نشون میده. پس در یک لوبول ما قسمت‌های درگیر، درگیر و غیر درگیر داریم. درسته؟ یعنی چیزی که شما زیر نام می‌بینید که این انفیزما طبعاً یه از نام‌های کلاس اولیتون هم هست. در فرم پناسینار تمپیستال والولار داد تمام این واحد درگیره و در لوبول ریل کل نشین دایلتشن و پرهوای ریه دیده میشه. این شکلی هست که در بارش ما ببینیم. اولای مواهد من این مریض به حالت انفیزما جرمی نمیشه. این چیزی نیست که ما ببینیم. اینا معمولا سانویه ممکنه ما در کنار یک پاتولوژی اصلی که ببینیم در افرادش فرداده بشه. تو خود مثلا مریضی اسپانتین نیست که مدراش داری این ممکنه ما اینا رو ببینیم. این فرم سنتریاسینال هستش که در جای راه هوایی هست قسمت سنترالش درگیر هست و فرم پناسینال که دیگه شما جدا نمیتونید بکنید تمام ریه به صورت دایلتیشن های راه هوایی رو دارن نشون میدن. فرم سنتریاسینال یا سنتریوبولار انفیزما که شایع‌ترین تایپ انفیزما هست و بیشترین ارتباط رو با سیگار داره، یعنی فرد سیگاری اگه قرار انفیزما داشته باشه چیزی که انتظار داره من فرم سنتریاسینال هست که داشته باشه، بیشتر قسمت‌های آپرلوب رو درگیر میکنه در ریه‌ها. فرم پناسینال معمولا برخلاف سنتریاسینال بیشتر قسمت‌های تحتانی ریه رو درگیر می‌کنه. در خلاف اعضای انفیزما که تقریباً همه‌شون آپر رو بیشتر درگیر می‌کنن، فرم پناسینال دو ویژگی داره. یکی اینکه قسمت‌های تحتانی ریه رو درگیر می‌کنه. یکی اینکه با کمبود آلفا آنتی‌تریپسین دفیشنسی همراهی داره. در ژنتیک جنرال پاتولوژی اگر خاطرتون باشه، کمبود آلفا آنتی‌تریپسین اونجا براتون توضیح داده شده حتماً. جزء درسمون هست. که اینا هم بیماری های کبدی در دوره برشون ایجاد میشه و هم بیماری های ریوی و حالا اینکه اتیولوژی چه جوری هست من کجا گرفتم یه اسلاید براتون گذاشتم که توضیح بدم. اینطوری هستش که در واقع آلفا یک آنتی تریپسین باید به صورت عادی در بدن وجود داشته باشه، معمولا ژنش روی کروموزوم 14 وجود داره و یه فردی که نرمال هستش در واقع فرم MN نرمال هستش که در واقع به اندازه کافی آلفای آنتی‌تریپسین در بدنش وجود داره. آلفای آنتی‌تریپسین در سرم بیمار وجود داره، در کبد وجود داره، در داخل ماکروفاژها وجود داره. چیکار میکنه آلفای آنتی‌تریپسین؟ آلفای آنتی‌تریپسین الاستاز نوتروپینی رو مهار میکنه. پس وقتی که جایی واکنش التهابی اتفاق میفته که نوتروپین‌ها معمولاً سلول اصلی التهابی هستن، اگر فرد سطح مناسبی از آلفای آنتی‌تریپسین داشته باشه رو مهار میکنه جلوی التهاب و تخریب رو میگیره. اما اگر به هر دلیلی مقدار آنزیمش کاهش داشته باشه این نمیتونه این کارو کنه، پس تخریب در بدنش اتفاق میفته. در افرادی که در واقع آلفا آنتی‌تریپسین دفیشنسی دارن یه گروهی هستن که گروه هموزیگوت زد زد، چون اصلا این در واقع
هم مستعد بیماری های آبزاکتیبه دیگه با همین مکانیزم خواهد. خب این برای این کجارتون هم خوب پنهسین ها رو براتون توضیح بدم و اینجا با بیشتر قسمت های تحتانی روی برخلاف بقیه انواره این زمان در نیگه داره. خورمونی که خوب دیستال آسینار هست یا خوب پاراسپتال هم بهش میگن که قسمت های انتقالی و توی خود آلبول ها در نیگه هست. این که علت چیه در خورم دیستال آسینار میگن بیشتر نبایدی که اینگوز داره، اسکار داره یا اتلنتیسیس در انتقال اتفاق افتاده در کنار اتلنتیسیس های انتقالی اینها هم ممکنه دیده بشه این فرم انتیزم. این فرمین اینا خودشون رو چجوری نشون میدن؟ چون قسمت دیستال یک آسینی رو قرار بگیرن میرن قسمت های پریفرال رو یعنی قسمت های ساپیورال زیر پلر بیشترین درگی رو از خودشون نشون میدن. خب این چند تا چیز رو به ما بیاد میگه. ببین وقتی یه دونه از این انزایات انتیزم زیر پلره مریض ما در خطر همون ریگاه ها و بلیک هایی که شما در این عکس دیدید. این فرمای دیستال آسینار چون پریفریه دیگه و ساپلورال اریا ها رو میگیرن بیشتر اینا زیر پلر بودان یا بلیک ایجاد بزنید تو خطر چی میرن؟ یکی از این بوله ها بتره که هماش بره توی فضای بلف چی میشه؟ نوموتورکس. اینایی که دیستال آسینار هستن تو خطر نوموتورکس هستن. فرم دیستال آسینار هم مثل سنتری آسینار بیشتر از مطور آفر ما رو درگیر میکنن. خب چیزی که ما در مورد دیستال آسینار ها میبینیم یعنی اصلا چیزی که امفیزم رو ما در بالین میبینیم که نمونه جرمشن بیاد پیش ما بیشتر افراد جوانی هستن، مردان جوانی هستن، سیگاری قد بلند و نمای فنوتیپی شبیه مارفان یعنی دستهای بلند، بالهای بلند، اینطوری برن اینا افرادی هستن که مستعد به اسپانتینیوس نوموتوراکس هستن یعنی اغلب افرادی که در سن جوانی درد نوموتوراکس میکنن که به صورت یک پروسه اکیل درد های چسته این خیلی شده هم با تنگی نفس در یک فرد جوان اتفاق بیفته اینا اغلب اینا هستن که اسپانتینیوس نوموتوراکس هستن شرایطی که میگیریم سیگاری هستن و در فنوتیپشون یک فنوتیپ قدرمند به دستگاه و پاهای کشیده دارن شبیه مارفان هستن. اتیولوژی در اینها شناخته شده نیست ولی بعد که اومدن نگاه کردن دیدن اینا افرادی هستن که امفیزمای دیستال آسینار بیشتر داشتن و این اتفاق براشون افتاده حالا این موارد هم تکرار میشه به بزرگ مرده باشن که جرده بکنه فرم دیگه ایرگولار انفیزما یعنی انفیزمایی که به صورت اینسیدنت ها در گرافی که از بیمار گرفته میشه اینا پیدا میشه مریض علامتدار معمولا نیست در این موارد به خاطر همین ازش که شیوع کلیش هم خیلی نمیشه آدم بزنه شیوع کلیش هم نمیشه پایین بره چون بالین خیلی مراجعه نشده ولی به نظر میاد که در خیلی از افراد اگر یه گرافی عادی بگیری ممکنه اینا رو ببینی به دلیل اینکه اینا بیشتر با قسمت های اسکار در میه هستن و حتی خیلی وقتی که آدم یه عفونت دیگه میگیره و ممکنه یه اسکارهای کوچیکی در همه ما وجود داشته باشه بعد از اون هم در کنار اون ما یک انفیزمایی که تو طبقه بندی ایرگولار انفیزماها قرار میگیره ما داشته باشیم اینا حالا آسیمپتوماتیکن به خاطر همین میگه چون اینا علامت دارستن شاید اینا شاید در این انفیزمان باشن ولی این داکیومنتد نیست چیزیه که فقط لاجیکال در موردش میتونیم تصور کنیم تمام پاتوژنزیس تمام بیماریهایی که در بدن وجود داره علت انوایرمنتال به علاوه ژنتیک سوسپتیبیلیتی که نام هم قرار میگیره که به بیماری رو ایجاد کنه تقریبا در تمام ارگانها در این وجود داره یعنی ترکیب برابر همه چیز داره کشف اینا رو هم توضیح دادیم و در مورد آلبای پاتوژنسین هم گفتیم بریم ببینیم که توی زیر نام چی باید ببینیم در پاتوژنسین ببینید همونطور که گفتیم دیستراکشن آلبولاروار اتفاق میفته ولی معمولا التهاب و فیبروز مشخص دیده نمیشن اینجا اگر ببینید الان قطر اینجا رو شما ببینید
نسبت به این آلبومار اسپیس نورمال ببینید به شدت افزایش قطر پیدا کرده. ولی من نه فیبروز میبینم، نه جدار افزایش تیکنس پیدا کرده آلبومار و نه التهاب دیده میشه. این امفیزم است. یعنی دایلتیشن پرمننت دیستال ترمینال اوکیور بدون فیبروز بدون التهاب واضحه. درسته؟ لامایی هم در کلاس عملی دارین همون رو به شما نشون میدیم. یه فردی که انفیزما داره بعداً توضیح خواهیم داد. اینکه تنگی نفس اینا روز علائم اصلی داره، در این حالی که سطحی که برای اکسچنج بار رو انجام بده در واقع کاهش ببخشید من متوجه نمیشم که چطوری سطح انتقال تنفسی کم میشه، چون میگین که فیتنس که اتفاق نمیفته و مثلا فیبروز نداریم، چجوری کم میشه؟ ببینید به این ترتیب که سطح کم میشه دیگه، شما حساب کنید من این کره رو در نظر بگیرید، بعد یه عالمه از روش سپتا در نظر بگیرید، اینا همه داره اکسچنج رو انجام میده، حالا اون وسطی رو همه رو کم کنید، فقط این حجم رو میتونه کره رو انجام. بیماری انسدادی دوم که در خانواده COPD قرار گرفت کرونیک برونکایتیس هست. حالا ببینید تعریف کرونیک برونکایتیس برای انفیزما که گفتیم باید رادیولوژی باشه، مورفولوژی هم کنارش باشه، در واقع باشید نمیدش بگیم انفیزما. ببینیم کرونیک برونکایتیس رو چجوری تعریف کنیم. کسی میدونه تعریف کرونیک برونکایتیس چیه؟ Thank you.
ترشحاتشون به سطح برونش ها میریزن که جز عوامل دفاعی بدن هستن. درسته؟ یعنی اینا میان انترپت میکنن چیزایی که در بدن وجود داره با فعالیت گلوکوسیلیتی اینا رو میدن بیرون که دفاع آبرنگی هستن. و بعد در نهایت این کارتیلیج هستش و بعد زیرش هم حالا اسموسموسل میاد از اون حساب. در حالت عادی این قسمتی که موکوزال گلند هست به تیکنس لامیناتوریا در سالش زیر 4 برابر، یعنی همین حد اجازه داره تیکنس داشته باشه. در فردی که کرونیک برونکایتیس میگیره ناشی از اسموتی یا ناشی از هر نوع در تاکسیکیتی، این لایه یعنی لایه موکوزال گلند با هایپرپلژیا و هایپرتروفی پیدا و این نسبت که بهش میگن رید ایندکس، رید ایندکسش بالای این میشه که دو شما میگه بالای 7 هم، یعنی نسبت این موکوزال گلند به این تیکنس مخاط افزادش بده. این در استولوژی بهتون بگم چون برونکایتیس داره معمولا نمونهش دست پاتولوژیست نمیاد که بدونه نمیرسه به اون مرحله، مگر اینکه چرا اصلا بیماریش مثلا یه موکوزی پیدا کنه، یکی انتیسمی های غیر قابل درمان پیدا کنه که برونکوسکوپیش کنن، حالا یه برونکوسکوپی ما این چیزا رو داریم. خب در کنار اینا اسمش هم روشه برونکایتیس هست، سلول های اینفلامتوری هم در اینجا قطعا نقش دارن. این به صورت عادی شده نشون میدم، این پوشش رسپیریتوری هستش، لامیناتوریا شروع میشه و اینا همه شده در برونکوسکوپ هستن که ببینیم چه تیکنس زیادی پیدا کرده. بعد مرحله بعدی مرحله اینفلامیشن، یعنی در کنار تمام این اتفاقات که میفته شروع کننده اینفلامیشن میشه، یعنی میگیم که اینجوری معتقدیم که اسموکینگ باعث میشه که فعالیت موکوسیلری ما کاهش پیدا کنه، از اون ور کیبربلاسی قدرت موکوزال داره، ترشحات زیاد شده، فعالیت موکوسیلری کم شده، فلج کرده سیستم موکوسیلری ما، این باعث میشه که ترشحات زیاد داره در دههای هوایی اتفاق بیفته. این ترشحات که وجود باقی میمونن باعث میشه که اینفکشن ها مثل باکتری ها و اینا اینجا بیان یا هر عامل دیگه که عده داره نقش داره اینجا قرار بگیره و بکنش التهابی رو هم آغاز بکنه. یه این کرونیک برونکایتیس مثل تمام التهابهایی دیگه در اول ممکن اکیوت باشه که در اکیوت بیشتر سبب داره که میگیم چیه نوتروفیل ها هستن، یا وارد فاز کرونیک شده باشه که لنفوزیت ها جاری بزرگ میشن و فیبروز هم ممکنه ایجاد بشه. خب
چون انگیزه ما هست یه همچین مورفولوژی رو دارن، اینطور فنوتیپی رو دارن. چجوری هستن؟ اینا افرادی هستن که چون هایپوکسمیا خیلی دیر براشون اتفاق میفته، چون تلاش تنفسی یعنی رسپیتوری درایوینگ تا آخر براشون هست و اینا نفس میکشن و تلاش تنفسی زیادی دارن و به همین دلیل لاغر هستن، هایپوکسمیا براشون دیر اتفاق میفته، هرچند که شدت زیاد داره و مریض دیسپنیای خیلی شدید داره، تنگی نفس خیلی شدید داره، ولی اکسیژن خودش رو لاغر برده خوب نگه میداره. بعد رنگش معمولا سیانوس نداره، رنگش صورتیه. از اون بر رسپیراتوری دیفورت داره، تلاش تنفسی زیادی داره، خیلی لاغره. برای اینکه بتونه اکسیژنشن و این رسپیریشن برداشت داشته باشه، معمولا میگن اون به جلو هم هستند، برای اینکه یه بازدم طولانی و یه اکسیژنشن شروع کنه تا آخر برای خودش نگه داره. در نهایت به اینا میگن اینا پینک پافر. درسته؟ پافرات اینه نیستن که باتمانک باید میکنن، هوا رو میکنن، پینک هنیم و رنگشون صورتی رو باید بسن میکن، حالی سمیشون زیر اتفاق این در مورد بیماری هستش که جزء انفیزما، جزء غالب بیماریش هست که برای چست دارن، چستشون حالت برن داره، بعد بازدم های طولانی دارن و هم دو یورین سمت جلو میشستن و لاغر هستن. در کنار اینا بلوبلاترا وجود دارن که اینا برونکایتیس دامیننتن، اینا کرونیک برونکایتیس علامت اصلیشون هست. اینا بلو بلاتر هم. چرا بلو هم هم؟ سیانوس هم هست. آره، در بلو هایپوکسمیا هایپر کپ میادن، درسته؟ اکسیدی که اکسیدی که اکسیدی که بالاست، اکسیژن پایینه. پس سیانو